بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين سيما مولانا أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب ومولاتنا فاطمة الزهراء البتول سيدة نساء العالمين وموليي الحسن والحسين ومولانا بقية الله في الأراضين حجة ابن الحسن العسكري واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين یا امیر المؤمنین یا والکرم یا امام المتقین یا نعم اننا جئنا که فی حاجاتنا لا تخیبنا وقل قل فیها نعم ابتداعا میلاد مسعود حضرت ولي الله الأعظم أمير المؤمنين، إمام المتقين، يأسو بالدين والحاكم ليوم الدين أسد الله الغالب، غالب كل غالب، مطلوب كل طالب ونقطة دائرة المطالب رو به مقدس حضرت بقیت الله حجت ابن الاسن و جمیع شیعیانش و دوستدارانش و همه عزیزان بیننده و شنونده تبریک عرض می کنم و از خدای متعال می خواهم که ما رو شیعه حقیقی ایشان مقرر بفرماید و در دو عالم یک لحظه دست ما از دامان ایشان کوتاه نگردد در جلسات گذشته در بحث اسلام نهین است رابطه توحید رو با ولایت مطرح کردیم و گفتیم که توحید اهل بیت توحیدی که در قرآن بیان شده تفاوت ماهوی و 180 درجه با اون توحیدی دارد که البته نمی شود اسمش را توحید گذاشت با آنچه که وهابی ها سلفی ها داعشی ها و طالبیانی ها و در یک کلمه اهل سقیفه و بنی امیه و بنی العباس به عنوان توحید مطرح می کردند شرک رو به نام توحید ادامه بحث رو مطرح میکنم قرآن تعبیر میفرماید ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها برای خدای متعال اسم های خوب است همه اسم های خوب از آن خدای متعال است و ذر یلحدون فی اسمائه رها کن و ترک کن اونهایی رو که الحاد میورزند انحراف میورزند در رابطه با اسماء خدای متعال و در الذین یلحدون فی اسماء همه انحرافات از همین جا شروع می شود از الحاد و از انحراف در اسماء الله الحسناس در روایات معتبر از ائمه معصومین از حضرت امام صادق از امام کاظم صلوات الله سلام و علیه ما از حضرت اسامون الحجاج علی بن موسی رضا از حضرت باقر العلوم از روایات متعدد وارد شده که والله نحن الاسماء الحسنا در بعضی از روایات با تعبیر والله با بعضی از روایات با تعبیر نحن الاسماء الحسنا امیت اطهار اسم های خوب خدای متعال هستند یعنی چه بحث اشتقاق رو بنده در بعضی از جلسات نکاتی از بحث اشتقاق اسماء حسنای الهی از خدای متعال مطرح می کردم و امشب هم که شب شام میلاد حضرت امیر سلام الله علیه هست به همین مناسبت بحث اشتقاق رو مفصلتر بحث خواهم کرد ائمه <applause> اطهار اسماء الله الحسنا هستند یعنی تمام این اسما و صفات خدای متعال تجلی می‌فرماید بر ائمه اطهار ائمه اطهار مظهر اسماء خدای متعال هستند یعنی رحمانیت رحیمیت علم قدرت همه صفات کمالیه الهیه ظهورش و تجلی آن در ائمه اطهار صلوات الله و سلام و علیهم اجمعین است و این عین توحید است آنچنان که مثلا مدبریت خدای خدا یکی از اسمهای حسنای او مدبر است مدبر عالم است خدای متعال که مدبر عالم است همین صفت تدبیر و اداره کننده عالم رو به ملائکه نسبت میدهد ملائکه اینجا ظهور و تجلی صفت تدبیر و مدبریت خدای متعال هستند که قرآن در سوره مبارکه نازعات می فرمید و والمدبرات امرا خب ملائکه خودشون تحت اشراف کی هستند تحت اشراف امیر المؤمنین سلام الله علیه تحت اشراف رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم و تحت اشراف حضرت بقیت الله تحت اشراف چارده معصوم هستند و خادم اهمیت ها رسن وقتی که نوکر و خادم این اختیار رو داشته باشه ولی او و سرپرست او و سرور او قطعا این اختیارات رو داره و بالاتر اونچنان که میبینیم خدای متعال وقتی که امر میفرماید به ملائکه که و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و بره و کان من الکافرین اون موقعی که ما امر کردیم به ملائکه که سجده کن نید بر آدم همه سجده کردن اما ابلیس استکبار ورزید استکبارش چی بود در آیه دیگری میفرماید ابلیس گفت انا خیر من من برتر از آدم هستم من بالاتر از آدم هستم و این نشون میده که ملائکه همه خضوع کردن همه خشوع کردن برتری آدم بشر رو بر خود پذیرفتن میخوام خب این عرض کنم ملائکه که مدبرین عالمند از طرف خدا به اذن خدا به اراده خدای متعال این ملائکه مدبرین عالم طبق آیه شریفه قرآن خودشون خادم آدم عبول بشر شدن خودشان سجد کنندگان بر آدم عبول بشر شدن به امر خدای متعال پس آدم این مظهر اسماء حسنای الهی بوده وقتی که آدم عبول بشر مظهر اسماء حسنای الهی است و بالاتر از ملائکه هست آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین صلوات الله و صلو سلام علیه که نفس رسول الله هست و رسول الله و نفس ایشان از همه انبیا برترند آیا این اختیارات رو که آدم داشته و این شعونات رو و این مقامات رو که آدم ابوالبشر داشته و ملائکه داشتن ندارند؟ چقدر گمراهی است که انسان توجه به این حقایق نکنه خب یکی از معانی اشتقاق هم همینه اینکه در روایات داره انا الاعلا و هو علی من اعلا هستم و او امیر المؤمنین علی مرتضا رو میفهم او علی است که از نام اعلای از صفت اعلا صفت خدای متعال اشتقاق پذیرفته ببینید روایتی رو مطرح میکنم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از طریق ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین از رسول الله که میفرمایند فاول مبتدا من خلق من خلقين خلقه قبل كذيكي خداي متعال أسم مخلوقاتش خلق فرمود أن خلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وخلقنا أهل البيت قبل مخلوق خداي متعال در عالم هستي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت ما أهل بيت بوديم معه من نوره و عظمته خدای متعال رسول الله و ما اهل بیت رو از نور و از عظمت خودش خلق فرمود فاوقفنا اظله خضراء بین یدی ما رو به صورت اشباه نورانی در درگاه خودش قرار داد حیث لا سما اولا ارض ولا مکان ولا لیل در اون هنگامی که هیچ آسمانی خرق نشده بود نه آسمان نه زمین نه مکان نه روز و شب نه زمان هیچ کدام از اینها نبود نه شمس ولا شمس ولا قمر یفصل نورنا من نور ربنا نور ما اشتقاق پیدا کرد جدا شد این اشتقاق نه اشت... چیز ترکیبیه که یکی از جلسات عرض کردم بلکه به تعبیری اضافه اشراقی است مثل اینکه مثلا شخصی عالمی میگوید مثال مجبورم مثال ناقصی بزنم عالم میگوید من از علم خودم به فلانی عطا کردم از عالم علم جدا نمی شود این علم به اون شخص منتقل می شود بدون اینکه از این عالم چیزی کم بشود و این بهش میگن اضافه اشراقیه همینطور که میفرماید حضرات معصومین از رسول اکرم یفصل نورنا من نور ربنا نور ما تجلی پیدا کرد از نور پروردگار ما اضافه اشراقیه بعد تعبیر میکند که شعاع شمس من شمس اون گونه که شعاع نور خورشید از خورشید است و نه خورشید است که بگویی این عین اوست نه از خورشید جداست این حضر، حضرات معصومین این مثال رو برای رابطه خودشون با خدای متعال و اشتقاق وجود و نوریشان از خدای متعال زدن نسبح الله تعالی و نقدسه نسبح الله تعالی و نقدسه و نحمده و نعبده حق عبادته ما در اون عالم که هیچ چیز وجود نداشت جز ذات حدیت و نور ما رو خلق فرموده بود ما حتی قبل از خلقت ملائکه ما تسبیح خدا رو می گفتیم تقدیس الهی می کردیم حمد و سپاس الهی رو و الهی رو به جا می آوردیم و او رو بندگی می کردیم حقیقت بندگی در یک روایت دیگری آمده برای اینکه مسئله اشتقاق روشن بشه که چگونه امیر و مؤمنین علی یونش تو قمن العلی که در اون روایات داریم حتی سنی هم نقل کردن که جریانش بعد عرض میکنم که روح مؤمن اشد و اتصالا بالله تعالی روح مؤمن اتصالش به خدای متعال شدیدتر است از اتصال شعاع خورشید به خورشید از او جدا نیست این که داریم علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما داره علی با حق است حق با علی است هر جا که علی باشد مقصود اینجا یک چند معنا دارد یکی از معانی مثلا بسیار نورانی این حدیث معتبر بین فریقین بین شیعه و بین عامه اینه یکی از معانیش اینه علی مع الحق علی با خداست چون یکی از اسمهای خدای متعال در یکی از برنامه هم اشاره کردم یکی از اسمهای خدای متعال حق است الله هو الحق خدا او حق است حق محض خدای متعال است و الذین يدعونه من دونه هو الباطل و آنچه که جدا از خدا میخوانند او باطل است بنده در یک مناظره با علمای وهابی سال پرسیدم رسول الله رو حق میدانید یا الیاذ بالله باطل گفتن نعوذ بالله گفتم خب پس رسول الله حق است باطل در وجود رسول الله راه ندارد درست گفتن بله قرآن میفرماید آنچه رو که جدا از خدا میخوانید و الذین یدعون او من دونه آنچه رو که جدا از خدا میخوانید جدا از خدا صدا میزنید جدا از خدا طلب میکنید او باطل است اگر رسول الله جدا از خدا باشد الیاز بالله در صفحه باطل می رود پس رسول الله پیوسته است به خدای متعال اتصالش به خدای متعال بالاتر از اتصال شعاع خورشید به خورشید است اگر جدایی باشد اگر غیریت باشد اینجا و به تعبیر قرآن دونیت و غیریت باشد اون وقت در صفحه باطل می شود رسول الله جدایی با از خدا ندارد نفس رسول الله هم جدایی از خدا ندارد امیر این که نفس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است جدایی از خدای متعال نداره اهل بیت همه این چنینند باز تعمل بفرمایید در روایت داریم که علامه امینی در قدیر نقل کرده و بعضی از علمای عامه هم در کتبشون نقل کردن و علامه امینی از کتب عامه از گنجی شافعی نقل میکنه در کفایت و طالب و باز علامه امین میگه که ایشون نقل میکنه از مسلم خالد زنجی که مسلم خالد زنجی استاد امام شافعی امام شافعی های اهل سنت است اونها این رو نقل میکنند که وقتی که حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه متولد شد در کعبه و حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها بعد از سه روز همراه با امیر المؤمنین از کعبه خارج شد در حالی که امیر المؤمنین در آغوش او بود و حضرت ابو طالب آمد حضرت امیر رو از حضرت فاطمی بنت اسد گرفت فخرج ابو طالب و هو یقول ایوه الناس ولد فی الكعبه ولی الله ابو طالب چند سال قبل از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم امرون متولد شده فرمود خطاب به مردم آی مردم در کعبه متولد شد ولی الله فلما اصبح دخل الكعبه وقتی که صبح شد جناب ابو طالب وارد در کعبه شد و خطاب به خدای متعال این اشعار رو زمزمه کرد یا رب یا رب هذا غسق الدجی یا رب هاول غسق الدجی والقمر المبتهج المذی ای خدای شب تیره و ای خدای ماه نورانی بین لنا من امرک الخفی برای ما آشکال کن امر پنهان خودت رو عظمت امیرون پنهان بود دیگران نمیشناختن و با ولادتش در کعبه عظمتش آشکار شد مازا ترا فی اسم زسبی خدا به ما بفرما نظر خودت رو بگو اسم این کودکی رو که در کعبه تو در عبادتگاه تو که هیچ پیامبری متولد نشد از توضیح از منده است اسم این کودک رو چه میگذاری؟ خدا خودت اسم این کودک رو بیان کن قال فسمع صوت هاتف صدای هاتف آسمانی رو شنید بلند شد یقول یا اهل بیت المصطفى النبی ای اهل بیت مصطفى صلی الله علیه, علیه و سلم پیان اكرم پیامبر اکرم بالولد ذکی. شما اهل بیت رسول الله مخصوص شدید به این فرزند پاک از همه آلودگی ها ان اسمه من شامخ علی اسم او از جایگاه با عظمت اختیار شده از مقام شامخ الهی اختیار شده علی علی استکا من ال علی علی که نام او مشتق شده است از علی از اسم های خدای متعال علی هست در چند جا از قرآن صفت علی رو برای خدای متعال به کار برده کلمه علی در قرآن در چند جا صفت خداست اینجا خدای متعال اسم امیر المؤمنین رو علی رو از صفت خودش اشتقاق ورزه و توضیح دم اشتقاقم یعنی چه که اضافه اشراقی است خب مدرکش هم عرض کردم این مدرک این روایت رو از عامه اهل سنت باز چون امشب ام شام اه عید و ولادت امیر و سلام الله علیه هست حدیث دیگری رو از امیر رو نقل میکنم امیر المون در مسجد نشسته بودن اصحاب داشتن هر کدوم فضائل خودشون رو ذکر میکردن آمدن به امیر از یا علی شما فضائل خودت بگو فرمود که خدای متعال هفتاد فضیلت به من داده که اهدی در این فضائل با من شریک نیست فضیلت هفته هم رو بنده انتخاب میکنم که شاید جمعی از عزیزان نشنیده باشند و نیاز هست به بیانش و توضیحش میفرماید ان الله عز وجل زوجنی فاطمه تا اینجا روشن خدای متعال به همسری من در آورد خدای متعال به همسری من در آورد فاطمه زهرا رو وقد کان خطبه ها ابوبکر و عمر قبلا ابوبکر و عمر خواستگاری کرده بودن رسول الله رد کرده بود فزوجن الله من فوق سبع سماواته خدای متعال از فوق آسمان های هفگانه که حالا چی معناست اینو مقصود فوقیت مکانی و زمانی نیست فقال خدای متعال من رو از عرش الهی از برترین جایگاه من رو همسری حضرت فاطمه زهرا رو به همسری من در آورد فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اینکه خدای متعال زهرای مرزی رو به همسری من در آورد رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم فرمودند هنی الک یا علی مبارک باد بر تو فان الله عز وجل زوجک فاطمه سید نساء اهل الجنه و هی بضعتون منی فاطمه زهرا که به ازدواج تو خدای متعال او در آورده پاره ای از وجود من است این قسمتی که گفتم شاید عزیزان نشنیده باشن این باشه فقل تو یا رسول الله اولست تو که من عرض کردم خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آیا من از تو نیستم فرمود بلا یا علی و انت منی و انا منک بله ای علی تو از من هستی من از تو هستم یعنی هر دو یک حقیقتیم بعد رسول اکرم توضیح میده که یمینی من شمالی نسبت تو با من مثل نسبت دست راست من به دست چپ من هست هر دو عضو یک حقیقت هستند لا استغنی عنك این خیلی عجیبه لا استغنی عنك فی الدنیا والآخره تکرار میکنم کسی فوری نگه قلوه به فهم ناقض خودش نکنه کمی تأمل بفرمایند عزیزان توضیح داده خواهد شد لا استغنی عنک یا علی من از تو بی نیاز نمی شدم. من به تو نیاز دارم در دنیا و آخرت خب در دنیا واضح هست در دنیا اسلام بقایش به جان فشانی امیر سلام الله علیه بوده اگر امیر نبود اثری از اسلام نمی ماند. در جریان های مختلف در غزوات مختلف در جنگ خندق داره که رسول اکرم فرمود از الاسلام و کله و برز الشرک و کله تمامی اسلام که امیر اون تمامی اسلام است در مقابل تمامی شرک که نمودش و مظهرش امر بن بوده بوده آمدید یا تعبیر دیگری که رسول اکرم درباره ایشان فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین این رو روایت همه عام نقد کردند یک ضربت امیر یک عملش یک عمل المؤمنین سلام الله علیه افضل از عبادت تمامی موجودات با شعور انسان و جن از اول خلقت تا روز قیامت است اما وقت میشود دیگران با امیرون مقایسه کرد میشود سر اصحاب ثقیفه رو با امیرون به بالله مقایسه کرد من تعجب میکنم خب اما ام این در دنیا لا اما در آخرت در آخرت یعنی چه؟ چون رسول اکرم یکی از شعونات شفاعت از امت است شفاعت نمی کند از امت الا با امیر المؤمنین حدیث داریم از طریق عامه آمده باز اذا کان یوم القیامه اقعد الله جبرائیل و محمدا صلی الله علیه و آله و سلم الاسرات هنگامی که قیامت برپا می شود خدای متعال جناب جبرائیل و رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم رو, رو روی پل سرات می نشاند. فلا یجوز احد هیچ کس حق عبور ندارد مگر کسی که الا من کان معه براءه من علی بن ابی طالب مگر کسی که برگه آزادی و نجات از دوزخ داشته باشه از دست امیرالمومنین پس رسول الله کسی رو نجات میده که امیرون نجات بده کسی رو شفاعت میکنه که امیرون شفاعت کند رسول الله کسی رو از آب کوسر میدهد که امیرون آب کوسر بدهد امیرون طبق روایاتی که شیعه و آمه نقل کردن علیون حبه جنه که شافعی اش... اینها رو کلمات رسول الله رو به شعر در آورده قسیم النار والجنه امیرون تقسیم کننده بهشت و جهنم است کاری که رسول الله انجام میده همینه که به دست امیرون انجام میده و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین